آروم باشین. بله. آروم باشین. یه نفس عمیق. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ حالش بده؟ اجازه بده، اجازه بده. بادش تموم شه خودش میافته. آقا آروم چقدر شاه حسینی زنه یکم گیر کرده میدنه دیدی بادش تموم شد خودش تمام شد. سلام. خیلی خوب. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. داریم بیایم. نه اینجا نیست. حال من چطوره؟ عالی. و حال خاندونه تو خونه؟ عالی. خوب من دیگه. خب خیلی عمالی، اگر اجازه بدین همین اول یه قرعه کشی بکنیم، یه تعداد جایزه بدیم تا همچین گرم بشیم و سر حال بشیم بریم شروع کنیم به ادامه کار. خب شما خودتون بدین به بله. شماره 25. من ماشاءالله تشویقش کنه. آفره. یه لحظه اجازه بدین. شماره 25 هم شما دارین هم شما دارین؟ دیگه کسی هم داره مگه به غیر من؟ یه شماره دیگه بدین؟ یه شماره دیگه بخونین. شماره 7. من آفرین جواب بدید داداشا. داداش چقدر قشنگه؟ سلام بابا حالا کشما جایزش خوش آب و رنگه. سلام بابا حالا کشما ماشالله به چشم و ابروش. سلام بابا حالا کشما شله. نه یه لحظه اجازه بدین اینجوری نمیشه. هم یه هفت شما دارین هم هفت شما دارین. خب این چه جوری میشه؟ من شماره دارم اینجا. یه شماره دیگه. 53. من ماشاءالله به چشم و ابروش. چشم که ناز زانوش. شله مبارکش کن. شماره 44. من ماشاءالله به چشم و ابروش. شماره 32. من ماشاءالله به چشم و ابرو. آقا بس. صبر کنید. شماره 750. من سرت به کارت باشه. ماشاءالله به چشم و ابروش. شله یه کنار
وسط نگفتم که سب کنین منو نگاه کنین جانم منو نگاه کن بله بله شما منو نگاه کن مامانی بله بفرمایید رامو خندش انداختیم بدبخت میگم رامو میخنده سب کن آدم به اسم خودش مگه میخنده رامو آقای عزیز منو نگاه کن 2653 یه نظر اجازه بده سخشو نگم اجازه بده بگردم اینجا حسابش ضعیفه من ماشالله بچشیم و ابرو ماشالله ببارکش با چشکک ناز زانو ماشالله ببارکش با شله 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 بسته 75391 رامبوز یک لحظه صبر کن یک لحظه صبر کن من میگردم یک لحظه من این زیرو ببین این گونی رو من بیارم بالا رامبوز بله شما بیا خودت اینو بگرد داداشیا شما همون گونی که اون پایینه بگردی 75000 چند بود 391 اصلا من صبر کن یه لحظه ببینم این همه شماره شما برای چی برداشتین آوردین یه نفر آدم آقا چون که ما میخوایم که برنده بشیم ما یک بار در زندگی تو یک قرعه کشی برنده نشدیم تمام بانک ها حساب داریم نشدیم مؤسسات مالی داریم نشدیم حتی مؤسسات غیر مجاز هم نشدیم رامبوز ما حتی تو نجاری هم حساب باز کردیم برنده نشدیم نجاری یعنی چی اصلا نجاری مگه حساب باز میکنه نه ما وا کردیم شاد دیگه به ما بیخندیم رامبوز بده من عزیز من بده من نکنین اینجا رو به هم نریزین بده من فقط یک بار ما برنده شدیم کجا برنده شدیم؟ ما رفته بودیم ییلاق یک گاری گیر کرده بود توی گلجات خالی آجان قرعه کشیدن کی درش بیاره ما برنده شدیم هر چهارتا اونو بستن به گاری خب باز خوبه که بالاخره این قرعه به اسمتون در اومد البته من یه مطلبی رو بگم گاری رو که در آوردیم 20% بار گاری رو هدیه دادن به خودمون خوشبختانه خب چه علی دمشون گرم چه آدمی با معرفتی بودن چه آدمی چی بهتون رسید فرگین مرگ منظورش کود حیوانی بله عجب کودی هم بود رام بود ریختیم تو باغ پدر بزرگ بود طالبی داد اندازه کلت برو بریم چه طالبی هم داد طالبی شیرینه برو طالبی شیرینه خیلی هم عالی خیلی هم ممنون چقدر عالی بود آقا چرا این کارو کردی؟ بفرما سمجیدش ترانه های شاد میخونی خب من مشکل دارم من دستشویم گرفت ببخشید حالا دستشویی دارم ببخشید؟ ترانه شاد میشنوم دستشویی میگیره ببین خود به خودی ها هر وقت بیریم عروسی از اول تا آخر تو والده همون جا بله لرزون میزده ولی من ترانه شاد میشنوم عصبانی میشم چون چیزی برای خنده نمیبینم این برعکس من این بنده خدا غمگینم میشنوه مشکل داره ببخشید آهنگ غمگین میشنوین چی میشی؟ مجبور میشیم ببریمش تعویض روغنی یه 20 لیتری روغن خرچنگ بارش بکنیم کرچنگ 20 لیتر روغن کرچنگ حالا اشکالی نداره ببین داداشی چند تا نفس عمیق بکش رد میکنه فشار دارم تحمل میکنم خیلی خوب معلوم میگم راهنمایی کن آقای شاه حسینی آقای اینو ببرید دستشویی راهنمایی کنید ببرید دستشویی خواهش میکنم ما ببخشید شما به چهار تا با هم برادرین اجازه بدین نه ما خواهریم بله آقا جان ما چهار تا برادریم چهار تا برادرین خیلی هم خوش اومدین بله اسماتون رو میفرمایید با سلام خدمت شما و همه دست اندرکاران برنامه یاسمن بله ببخشید یاسمن
اسمتون یاسمن؟ بله اسمش یاسمنه، تو خونه یاسی جون صداش میکنه. یاسمن مردانه. داداش الان قنچه وامیش خراب میکنه. همو واضح باشه. نه یه لحظه مزرم، شما اسمت یاسمنه، شما ایشون گفتین چی اسمش؟ قنچه. قنچه قنچه. بچه های محل بهش میگن قنچه جونه. خیلی هم قبولش دارن. یه تار سیبیلشو بکن ببر بانک محل بهت وام میدن بلا عوض. بکنم تقدیم بکنم. نه خیلی ممنونم. قنچه چرا حالا؟ شما هم ریاسمن. شما اسمتون چیه؟ من والا فرخنده هم. اما چون اسمم ناجونه دارم سعی میکنم عوضش کنم. چی میخوایم بذاریم؟ آتوسا. یس. رامبوز. خنده داره؟ یه لحظه معذرت میخوام، شما چرا اسم من اینجوری صدا میکنی؟ رامبوز دیگه. چرا؟ یاد رامبوز خودمون میافتیم توی دهات. که اون چیکار میکرد؟ کی بود؟ یه رامبوز داشتیم توی دهات، کارش رام کردن بزهای وحشی بود. آقا ما تو روسمون بز وحشی هم داریم. یکی دیگه من برسه. اوی 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 داداشو ببرید تو قنچه، الان وا میشه اینجا رو آب بر میداره. تحمل کن تو زنده میمانی. خیلی خوب آقا بریم. شما اسمتون چیه؟ منو میگی؟ بله با من آبا جا. من مارانم، خیلی هم باحالم. پس یاسمن، قنچه، فرخنده فعلا، مارال و مارال. چرا اسمای دخترونه داریم؟ نه خیلی این اسامی هم برای دختر میشه هم پسر. مولتی یوزره. مولتی یوزره یعنی چند کار برده؟ چند کار برات هست. بله چند کار برنده از... یعنی چی آقا؟ اینا یه کار برد بیشتر نداره؟ نه همین فقط برای چرا داره؟ نه عزیزم نداره. نه نداره. ببینم با هم میفهمیم یا تو میفهمیم رامبو؟ آقا اسمشون دخترونه مگه نیست؟ این اسم دخترونه است دیگه نیست؟ بفرمی. نه خیر. آفرین. اجازه بدید من توضیح بدم. این بفرد. اسامی وصیت پدر بزرگ من بود که خیلی نوه دختری دوست می داشت. وقتی فوت کرد ما به این زیبایی به دنیا آمدیم. دیگه همان اسامی رو روی ما گذاشتن. بله دیگه. این داره می نرسه. الان نشتی می ده. چی شده؟ این بنده خدا وقتی خیلی توالت داره لوزه هاش باد می کنه صداش بند می آد. ای وای من، ای وای من. آقای بریم بیا. آقا صاحب کو، آقای شاه حسین را نمایش کن. همه با هم دیگه بریم بیا. یک دو سه بریم بیا. آلی خنده بانه دوست تو میساز روز تو، 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 خنده بانه دوست تو سه تا 780 مربع. شما خیلی از کارهاتون میتونید با این سامانه انجام بدید، مثل پرداخت قبضهاتون، همه قبضها. اصلا اینجوری بزنید ستاره 780 ستاره 3 مربع، میرین تو پرداخت قبض، اونجا نگاه میکنین چه قبضی و اینا، همه کاراتون انجام بدید. و میتونین شارژ بخرید، شارژ آسون و سریع به این شکل. میزنید ستاره 780 ستاره عدد به ریال، مثلا 2000 تومان میزنید 20000، 20000 مربع دنگ میزنید تو، میرین پرداخت میکنین و شارژ میخرین. و خیلی کارهای دیگه، بسته اینترنتی میتونین بخرین، جریمتون رو میتونین پرداخت بکنین، اینجوری کاغذ کمتر حروم میشه. همه این کاغذها درختن و محیط زیست. خواهش میکنم دیگه برای اینجور کارا لطفاً کاغذ هدر ندین. به همین راحتی لطفاً از سامانه، از توی خونه، از توی ماشین، از توی محل کار، از زیر پتو، نمیدونم زیر دوش، همه این کارا رو میتونین انجام بدین به راحتی. مخلصیم، بریم بیاییم. استدعا میکنم، خواهش میکنم خجالتان ندین. با
عرض سلام خدمت حضار گرامی یاسمن هستم تقدیم میکنم. بابا افتخارش دست بزنیم. به افتخار آقای یاسمن. من دوچان نزد میرم تیلو چانره، دل قربان کنم تیلو سر و چانره. آرام آرام آیم شمی خان دورو بر، چی چی میمن هستم زنم تره بارو بر. میدیم تی بستی دیوان بسته، می عشق شایی افزان بسته. میدیم تی بست جان باو به بسته، می عشق شادی افساو به بسته. باریکلا خواهش میکنم، بجالتم ندیم، خیلی ممنون است برای مجالسم در خدمت هستی عزیز من. بیا شما آقایین کجا بودیم؟ رفته بودیم. شما نمیدونی ما کجا بودیم؟ آها دستشویی رفته. یک ساعت بچه داشت اینجا نابود میشد، خلاص شدم. بله 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 متوجه شدم. خیلی هم عالی که هر چهار نفر اومدین. من یه نکته بگم، از اونجایی که به هر حال قرعه کشیمون و جایزه دادنمون به هم ریخت، ولی به هر حال چون چهار تا عزیزی که الان اومدن، چهار برادر بسیار محترم، فدای شما، چهار دلاور. بله چهار دلاور، چهار دلاور برادر اکزود خاور. این مال اینجا نیست عزیز من، این مال اینجا نیست. بعدم راجع به خودتون دیگه نه، هر یه ذره محترمانه تن. بعد عرضم اینه، چون تا به حال هیچ جایی جایزه نگرفتن، هر جام که ثبت نام کردن قرعه کشی بوده و اینا جایزه نگرفتن، اگر موافق باشین به هر چهارتاشون یه جایزه بدیم. موافقین؟ افتخار رو بود، افتخار رو بود، دست بزنیم. ممنونم. ببخشید رامبوز. بله ببخشید رامبوز جان. جان دست درد نکنه، ولی ما خودمان در مسیر که می آمدیم جایزه هامونو برداشتیم. آره در مسیر که میمدین جایزاتون رو، کدوم مسیر چه جایزه ای؟ من برداشتم، اجازه بده من نشان بدم. نشان این سیما رو از اینجا نشانش بده. نشانش سیم برداشتم. این آنه این آنه سیم برداشتیم؟ بله نه سیم؟ ببینم این سیما رو. نه اجازه بده این سیم باید پیش خودم باشه دیگه رامبا. نه عزیز من این سیم کجاست؟ بابا این سیما بده به من نیه رامبا، اصلا من خود میشه قاطع میگم. عزیز من این سیم کجاست شما برداشتی آخه؟ سیم هر جا اصلا جیگار داری اینو من برداشتی رامبا کجا؟ این چه سیم دیگه؟ شاه حسینی آقا یکی کابل اصلی رو قطع کرد. این چیه برداشتن این کابل اصلی؟ بیا بگی برو وصل کن. خواهش میکنم عزیز من، به شما سیم میدم. آقای مارال جان من به شما سیم میدم. بله سیم میدم مارال خان. رامبود جان، رامبود جان آقای سوال دارم. آقا بیا برو از اون بر برو. داداشم دیگه مانده ها، داداشم سوال داره. ببخشید آقای رامبود، آقای رامبود حالمون تمام شد دیگه. به افتخارم دست بزنید. آقای رامبود بنده یک سوالی دارم از خدمتتون. بله قربان. آی کیوی یک آدم عادی باید چند باشه؟ واقعا فکر می‌کنم دیگه مینیمم 80-85 به بالا. 85000 تومان؟ نه. میگین آی کیوی یک آدم باید چند باشه؟ میگم 85. آه 80 به شمارش میگی. مال این دویی. منو میگارم با من دوام. شما آی کیو دویه مگه؟ یه دونه بزن پس گردن اون داداش. یه دونه بزن. محمد کن یه دونه بزن. دست در نکنم. چرا سه؟ چرا همچین؟ این نقصه پزشکه. نقصه پزشکه. اگر هر روز یکی نزنیم آی کیوش میاد زیر صفر، مخش یخ میزنه. امید نازید رامبو. بله. رامبو جایزم سیم باشه اگه اجازه. من به شما سیم میدم. چش بعد برنامه حتما به شما سیم تقدیم میکنم. آخ جان. دیگه چی؟ دیگه چی؟ بچه ها چی برداشتین؟ دونه دونه بگید خودتون، اشکالی نداره دیگه. من خودم یه متوجه میشید. بچه ها بیاید بیارید بیاید. دوستان قبلا هماهنگ کردم. بیا رامبو جان خودت هم برو اون ور چی بگیر. اینا کیان؟ اون سر چی بگیر با هم؟ من یک دو سه میگم. با هم یک دو سه بریم بیاییم. آقا صاحب کن میدم چیکار داری میکنی؟ این مال صحنه دکور اینجاست. یعنی چیه؟ مال دکور اینجاست. برو بچه بریم. دکور چیه؟ من اینو میخوام. بفرمین بفرمین اینو میخوای چیکار کنی شما؟ جای زمه دیگه. من چیکار داری میخوام سلاخ کنم بندازم گردنم؟ بانمک اینو میخوای سلاخ کنی بزی گردیم مال دکور اینجاست طراحی کردیم برای اینجا. اون بحث آی کیو یادته؟ بله مال ایشون خیلی بیشتره، 12 است.
قوی ترم. من کمم، من دوام. آفرین. چی نمیفهمم اصلا. آخه مارال وقتی بچه بوده یه دونه اسب کوبیده تو سرش. آره، حالا من چی برداشتم؟ شما چی برداشت؟ آفرین. شلوار شاه حسینی. شلوار شاه حسینی؟ بله. شاه حسینی الان اومد اینجا شلوار پاش بزنه؟ بله بود. نه پس فکر کن شاه حسینی بی شلوار بیاد تو. اجازه بده نداره ها فکر کن. این از کجا آوردی؟ این تنبان یدکیش از داخل کمدش برداشتم. کمدش؟ اون کمدش همچین سه قفله میکنه من میشه کسی بازش کنه؟ نه عزیزم ما باز کردیم. چه جوری؟ عزیزان مواد لازم، میخ یک عدد، سنجاق قفلی هم یک عدد. عزیزان بیننده هر دو را در سوراخ کرده. فقط قبل از ادامه دادن من توجهتون رو جلب میکنم به این سرویس قابلمه. اگر همین الان تماس بگیرید قابلمه ها. نکن عزیز من وسط برنامه ما تبلیغات چی داری میکنی؟ یعنی چی؟ شاه حسینی بیا بگیرینو. این شلوار شاه حسینی رو هم بدین لطفا. بدین. آقای صبر کن من این شلوارو میخوام برای هواشناسی میخوام بزنم سر چوب. ببخشید اون جایزه نبود که من برداشتم، اصل جایزه من مونده. چیه؟ اجازه بدید من یه تماسی بگیرم. نه شما عرض میکنم اینو 38 نو چرا این؟ الو سلام سامی چی شد؟ موجودی نداشت؟ برگشت بزن بی تربیتو بی خود کرده هنرمند عبره داره میخواد چک نکشه برگشت بزن خداحافظ خجالت بکش با تو رمبو. شماست. شما حسابت 500 میلیون موجودی نداره بی خود میکنی من چکتو میکشم. شما چک منو کشیدی؟ شما حسابت 500 میلیون موجودی نداره چرا من چکتو میکشم؟ شما چک منو بی خود کشیدی؟ نگو که نگو که از دست چک من یه برگ چک برداشتی. بردشو نگاه به جان مادرم برداشتم. نفری هم نمیده به همه ما داده داده. نفر یه چک برد. آقا به چه اجازه شما این کار کردی؟ دوست داشتیم. چرا بعد این کارو بکنید شما؟ آقای جوان بله پلیس اومد. شما به جرم کشیدن چک بی محل بازداشتی. به سلامت. یه لحظه اجازه بدید. چی چی به سلامت؟ یه لحظه اجازه بدید. چه؟ این چک رو من نکشیدم. شما خود توضیح بده. از دست چک بی محل کشیدم. داری با مامور قانون بحث می‌کنی؟ بفرمایید. دیدی نه متوجه شدم. بریم اونجا. یه لحظه معلوم شد. بفرمایید. اجازه بدید. آقای مامور اجازه بدید. خود بخونید واقعا نه لطفا نبرینش گناه داره. بفرمایید میگه نبرینش حتما یه چیز میدونن. اجازه اون کشی چرا نبرینش؟ میخواد این سیم منو نداده کجا میبری؟ سیم منو بده. آقا سیم شما رو میدم. گفتم چش اجازه بدین. ببینید من این کارو نکردم، اونا این کارو کردن. الان بهتون توضیح هم میدم. شما برو کلانتری همه چی معلوم میشه. بفرمایید برو خدا پشت پناهت باشه. برو قربونت تو. یعنی چی منو دارین میبرین؟ من دارم برنامه اجرا میکنم. شاه حسینی برو بیرون. شاه حسینی دانیال کلاهبرداری من شما میگم چه خبره. به افتخار ما همتون دست بزنید. آفرین آفرین. خیلی خوب شما دست بزنید. داداشای عزیزم بیرونش کردیم. عزیزان تماشاگر بیرونش کردیم و خیلی عالی شد. حالا من میگم حالتون چطوره؟ عالی. بریم بیای. بابا کجا بریم بیایم؟ میخوایم یه کیفی بکنیم. برو بریم. خنده بانه چار دیوانه بارام خودش محبوب شدش خنده میذاره رو لباتو بیا بذار شادی میاره تو خونه ها تو شادی کیه؟ چند ساله که مونده کنار تو خنده با بابا خنده بانه حرف نداره یه دون از بازه نمونه دلم دراش حلاتی چون شبیه اندبونه دیده بخوناش باز همهش سمش و چیاش بی قلقه حالا هنوز کمه نیشه تو مادر کن چه شب چه روز تو با خنده سر کن هنوز کمه بازم اخت تو صورت نشسته میگی دب و داغونم و چه خسته حالا خسته ای پسته ای دسته ای پسته ای هر چی ای تو هر طوری تو نبینم میخنده ای تو بیا همین حالا بشیش ماو با میکنیم از تو یه نیش ماو بازه هرکت بازه آکیش ماو تو فقط بخواه و باقیش ماو
خندمانه چار دیوانه پارام بودش نبود شدش. بازم میایم، بازم میایم قربان لطف و صفاتون. ای بابا الان غرق میشیم، یه بریم بیایم، بریم خب عرض میکنم خدمتون که چطورین؟ عالی. چقدر قشنگین؟ خیلی. چقدر ماهین؟ خیلی. من چقدر شما رو دوست دارم؟ خیلی. از کجا میدونی؟ ولی واقعا خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنونم که اینجا این. خب امشب تولد شیرین علی دوستیه. پاشو سب کن، سب کن. علی دوست، شیرین علی دوست. دیگه کی تولدشه تو همین روزا یا امروز اینا؟ تو هم پاشو. تو اسم چی؟ ایلیا. ایلیا چی؟ ایلیا همزه نسب. ایلیا همزه نسب هم تولدشه. کی؟ دیروز، فیروز، فرد، 22. 22. دیگه کی؟ کی؟ بلند شو. بلند شیم. شما چی؟ اسمتونه بگین؟ لیلا قرشی. خانم لیلا قرشی. کی تولدتونه؟ امروز. خدا دیگه کی؟ شما کی؟ 18. شما بلند شین. 18 هم بوده. اسمتون؟ لیلا نقیبی. لیلا نقیبی. چی؟ محمد مکانیکی امروز تولده. محمد مکانیکی امروز تولدشه. دمت گرد. خب دیگه تو چی؟ دو روز پیش امیر سامان اکبری. امیر سامان اکبری دو روز پیش تولدش. دیگه محمد حسن توکل دیروز. محمد حسن توکلی دیروز. خب این تولدش نیست اصلا، هم رفتی به این ماه نداره. خب بیا تو چی؟ حمیده جدی. کی؟ چهارشنبه. خب موافقین برای هممون و شیرین علی دوست و تمام شماهایی که اینجا این تولدتون بوده و هست و خواهد بود یک جشنی بگیریم، دستی بزنیم. برو بریم. تولدت مبارک. بیا شما رو بود کن خیلی هم عالی، خیلی هم قشنگ. آقا این تولد تبریک گفتن و تولد هدیه دادن خیلی 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 کار قشنگیه. چی رو اونجا نگاه میکنی اصلا؟ من شما رو نگاه میکنم. نه من رو نگاه، من رو نگاه میکنی یه جایی رو. شما رو فقط نگاه میکنم. آقا نگاه کنین کجا رو نگاه میکنی. هیجان داری؟ آره. استراب؟ آره. بله. بالاخره کدومو داری؟ همش با هم.
چرا چی میخوای؟ های جان گوشتونو میدین؟ بلا منو سرت نیاد، بیا بابا بیا بفرما رمزش هم میدین؟ چیکار میخوای بکنی؟ خب شبکه‌های اجتماعیتون رو بذارم تلویزیون های هوشمند اسنوا همگی بخونیم و لذت ببریم. چرا من باید همچه اجازه بدم؟ آخه تلویزیون های هوشمند اجتماعی قابلیت داره که اپلیکیشناتون روی تلویزیون نصب کنین. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم این پیام های اجتماعی شما که آدم معروف هستین رو بخونیم و لذتشو دوچندان کنیم. خودت میری یا ازت خواهش میکنم؟ بله رفتم. تلفن منو بده. نمیدید بهم؟ نه خیر. بفرمایید. بله. درست. بچه‌ها نشد، موافقت نکرد. بخیر. چه جمع من بودن میخواستن کلی تفریح کنن، تخبه هم خریدن افتن. خب عرض کنم خدمتون که قول خانوم شبنم فرشادجو آماده شده، ویدئوش این به قولشون عمل کردن و کاری که بعد انجام میدادن انجام دادن. بچه‌های ما هم ویدئو رو گرفتن، الان آماده است که بهتون نشون بدیم و ببینید که چه کردن. بریم با هم ببینیم. 1 2 3 سلام. خوب هستی خانم فرشاد جو؟ خانم فرشاد جو چرا به قولت عمل نمی کنی؟ خانم خب آخه این چه وضعی بود؟ قولمه دیگه. اینجا قولتونه؟ بله. این چه قولیه اینجا؟ غرفه ما هست، غرفه محیط زیست ما هست در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و قراره که جایزه بدیم به بچه های تا 12 سال، همون قولی که داده بودم دقیقا. جایزه چی میدین؟ جایزه قراره که بلیت تئاتر بدیم با خانوادهشون تشریف بیارن و یه سری هدایا که از طرف خود نمایشگاه قراره داده بشه به بچه ها. این چیه بهداد درست کردی؟ این لاک پشته. لاک پشته با چیه؟ با چی درست کردی؟ اینا رو صدف درست کردم. اینا یه ماکارونی صدفی، اینا بطریه. این چیه درست کردی؟ کرد. برای نظافت هم اینو آوردن، مسواکو. به نظرم مخصوص بازیگرایی که گیریم میشن، هوا گرمه از این پنکه دستی رو. خب خانم فرشاد جو بگید که اومدین تو برنامه، بعدش چی شد؟ اومدم تو برنامه همه ازم سید پیشنهادات و سریال و سینمایی نه همه دارن ازم راجع به ماشینم میپرسن. آها. که چه بلایی سرت اومد و از اتوبوس رانی تماس داشتم و اینا، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد، راننده قبول نکرد، هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی همینجوری سوال میکنه ماشینتون خوبه؟ همین الان توی نمایشگاه همه دارن میگن ماشینتون چی شد، ماشینتون سالمه؟ گفتم نه بابا همون شکلی فروختمش رفت. ای بابا. یعنی اون همه حرف زدین فقط همون ماشین رو تصادف کردین؟ فقط ماشین رو. آها نه، یه دو سه نفرم گفتن چقدر جالب بود که همه نقشا رو پشت سر هم سری بازی کردی. خب خوبه. آها کتاب آقای جوانم آوردم، آ بیلی که قول داده بودم تو برنامه. کجا آوردین؟ اینجاست میدم خدمت. کوشش. خب تو کیفم میارم. الان میتونی بیاری؟ بله. بیار. چی شد این کتاب؟ ای اون کتابه. بله بهشون قول داده بودم که بیارم. اها. ولی هنوز آقای جوان به قولش عمل نکرده. جایزه منو که بهترین لبخند شدم نداده. گفتم الان اینجا بابا چه اهمیتی داره؟ چرا مهمه که شما برنده بشین که شدین؟ جایزه رو کی داده، کی گرفته؟ نه برای مهمه. بیلی چیه؟ بیلی موضوعشو میگین، راجب چیه؟ بله راجب یه دختریه که گیر کرده توی دره، یه اتفاقاتی افتاده و زندگیشو مرور میکنه. گفتم بهشون که من این کتابو براشون میفرستم، آوردم. خب من همچی آدمیم. کتاب بدین. خب میشه جایزه من بدین؟ جایزتونو حالا ایشاره آبروزی نکنیم. آقا جوان جایزمون بدین. آبروزی نکنیم. خب دیدین این هم یه مجسمه تشکیل شده از مواد بازیافتی، استاد وزیری از قارموزه وزیری برای ما فرستادن. با ما همراه باشید، هشتگ هنر احترام به محیط زیست. جناب آقای احمد بحری هستن از محیط بانان ما که حافظ محیط زیست هستن و حامی هنرمندان محیط زیست. خیلی خوشحالم اینجا هستن، ایشون خیلی فعالن تو فضای مجازی. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، هنرمندای محترمی که هوای محیط زیست و محیط بانا رو دارم. خیلی ممنون هستم. خیلی ممنون از حضورت. میدونین که محیط بانا هم این آتش نشانا جان برکف هم. بعدش که برمر دیدین نگفتین اه این چه کاری بود کردم، این چه حرفی بود زدم؟ چیزی که از دل بیاد به دلم میشینه به نظر من. نگفتین اه چرا اینجوری افتادم؟ لباسم چقدر بد شده بود؟ نه اصلا. صورتم چقدر بد شد؟ اصلا برای من این چیزا مهم نیست.
بازیگر تئاتر یه خود فرق داره. آها مردمی هستین، خاکی هستین خانم. نه بعدش این که خانواده فامیل نگفتن این چه کاری بود کردی، این چه حرفی بود زدی؟ نه همه خیلی بازخورد خوبی داشت، خیلی دوست داشتن برنامه رو. برنامه آقای جوان همه دوست دارن. بله بله آره؟ البته جزو برنامه‌های خوبه تلویزیونه. طرفدارا چی گفتن؟ طرفدارا همین کامنتایی که برام میذارن من میخونم، چیز بدی نگفتن. که همش بد و بیرا بود دیگه. نه اصلا چیز بدی نبود. چون من طرفدار محیط زیستم. اها. منو دوست دارم. دمشون گرم، مرسی. قابل توجه شما. قجابگلی هستن، از پیشکسوتان هنرمند بازیگری تئاتر، کارگردانی تئاتر. ایشون در زمینه کودکان خیلی فعال هستن. یه اتوبوس شادی را انداختن، اتوبوس صلح و شادی، و خیلی این پدیده جذابی بود. توش قصه گویی داشتیم، منم کمکشون میکردم. سپاسگزارم که دارین برنامه ما رو نگاه میکنین. متشکرم از خندوانه های عزیز که قسمتی از برنامهشون رو اختصاص دادن به محیط زیست. ما سپاسگزاریم که شما اومدین به غرفه هنرمندان حامی محیط زیست پیوستین. واقعا به خاطر اینکه خندوانه مرتبا پیام‌های محیط زیستی داره، مرتبا مردم رو تشویق میکنه که محیط زیستشون رو دوست داشته باشن. ما اینجا هستیم فقط به خاطر مردم، فقط به خاطر محیط زیست و فقط به خاطر نسل آینده. هر کاری برای محیط زیست بکنیم کمه. ما جنبش دوشنبه و چهارشنبه بدون گوشت رو داریم. از همه درخواست میکنیم که به جنبش دوشنبه و چهارشنبه بدون گوشت بپیوندن. دو روز در هفته گوشت نخورین، همین. خیلی لطف کردین که به قولتون بالاخره عمل کردین. من به قولم همیشه عمل میکنم. آفرین. بله. ممنون. بازم ان شاءالله تو خندوانه ببینیمتون. حتما. من خیلی خوشحال میشم. موفق باشین. شب عیده، فقط یه خورده حواستون باشه که این آبو باز نکنین واسه خونه تکونی و اینا. به آب احتیاج داریم. چجوری بشوریم؟ حیاتو میخوایم بشوریم، آبو در دیوار. بابا فرشو الان میام میشورن، انقدر جذاب. بدین ببرن فرشاتونو بشورن. آبو باز نکنین. نه شیلنگ مزه نمیده. واقعا یه خورده کمتر آب استفاده کنین. فقط همین. یاد من میافتید. باشه. مرسی. ممنون خانم. برسیم. قربونت. بفرمایید. قربونت. خدافظ. خدافظ. حالتون چطوره؟ عالی. این شکلی خیلی هم باحال. عرض میکنم خدمتتون که مهمان این بار خندوانه یک دوست بسیار بسیار عزیزه برای من و همینطور برای شما و خیلیا. خواننده است. خیلی هم خواننده خوبیه و اصولاً کارش موسیقیه. خیلی باحاله. موهاش میتونه منو هرس بده و اینکه خیلی ها رو همینطور شما رو مثلا ببین باشو باشو ما دوتا رو میتونه هرس بده موهاش بفرمین. و سیناست ولی سرلک نیست. بزن بگم بی خودی حوصله‌تون رو سر نبرم با حرفام. خانم آقایان دعوت میکنم با افتخار از جناب آقای سینا حجازی. حرف شما دستور بدید. سلام سینا. سلام عرض شد، مخلصم. حالا چطوره؟ یا لحوال کن ببینیم. سلام علیکم. سلام. مرسی چه انرژی. نه. حالتون چطوره؟ عالی. مرسی. حال رامبو چطوره؟ عالی. و من؟ عالی. مرسی. عالیه. چقدر خوبه اینجا انرژی. خیلی آدم خوبه. از درک میاد تو بوف میخورد صورتش. خیلی واقعا. آره. خیلی خوشحالم که من ببخشید بفرمایید نه در امتداد سلام علیکم بفرمایید بگم که خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما و در کنار بیننده‌های تلویزیون. ما هم خیلی خوشحالیم که در کنار شما ایم. یعنی تو و شما فدایی. چون موهات واقعا موهاست. فدایی. خود جمع چند نفرن اونا. من تو بعد بگیم موها نمیتونیم بگیم موهامون، بعد بگیم مومون. جمع نمیتونیم ببریم. آره من مومو باید برم کوتاه کنیم. باید بگه بعد موهامو. آره آره. خب خیلی هم ما هم واقعا خوشحالیم. چی کار میکنی موهات اینقدر موه؟ ببین
میخوای امتحان کنی؟ میشه؟ آره. چجوری؟ جدی؟ خودشون خواستن ها. من مطمئنی؟ بله بفرمی. بفرمایی خواهیش میکنم. بله تشریف بفرمی. من چطورم؟ عالی. خوب بود اگه مامان قبول. اونایی که رأی میدن من اگر این شکلی بودم دستشون رو برن بالا. نه جلوش رو یه ذره بده بالا. چرا میخوان من اینجا؟ الان نه الان چی؟ الان چند نفر رأی میدن؟ ببین آها رأی شد. ولی اصولا این چی؟ آره. خیلی ممنونم. به من روحیه میدین. متشکرم ازتون. چون همینه دیگه. خیلی متشکرم. تو چی کار میکنی حالا واقعا اینقدر مدری؟ این ببین من خیلی هم فرقی نکرد دیگه هم آره ببین از یه دعوا شروع شد بین تو و کی؟ و آرایشگر محلمون دیگه نرفتم پیشش گفتم دیگه من موهامو کوتاه نمیکنم و بزرگ شد انقدی شد نه ولی جدی من چون موهام فرفریه و واقعا هم یادم کوتاه بود قبل از اینکه موزیکو شروع کنم بعد یه تایمی من یهو مرگبار نشستم سر کار کردن بلند شد و آره وقتی از جام بلند شدم دو تا چیز رو متوجه شدم یکی اینکه و یکی اینکه باتری ماشینم دیگه کار نمیکرد چون استارت نخورده بود مثلا 5 6 ماه واقعا 5 6 آره 5 6 ماه نیومدم بیرون از خونه آره و که بعدش اولین ترکم منتشر کردم و اینه. آره بعد این موه و اون دیگه نگارش داشتم چی بود اسمش لیلی لیلی اولین کارم بود 5 6 ماه طول کشید واقعا و تو 5 6 ماه از خونه بیرون نیومدی نه اینو واقعا دوستان میتونن شهادت بدن یا اگه اون آدم 5 6 ماه بشینه تو خونه هیچ بیرون نیاد یه کاری رو انجام بده آفرین آقا خیلی بهم چیز شده بود که بشین آقا جان این کار رو انجام بده بعد چون دوست داشتم اون چیزی که خودم دوست دارم و بنویسم اون چیزی که خودم دوست دارم بسازم و این همه کاراشو داشتم خودم می‌کردم هی می‌ساختم هی شیفت دیلیت می‌ساختم شیفت دیلیت بعد دیگه مثلا یادم مثلا کار 15 20 میه دیگه شد اینو گوش کردیم با یه سری از دوستان و به این نتیجه رسیدیم که کیا میدونن الان کدوم آهنگو داریم میگه؟ با این آهنگ یه جا داریم پخش کنیم بشنوم؟ خب چرا شش ماه طول کشید؟ آها گفتی وسواس. آره. آره. وسواس و اولین کارم هم بود دیگه. هنوز وارد مارکت نشده بودم. سریع ترین کاری که ساختی چی بوده؟ و چقدر زمان برده؟ سریع ترین کاری که ساختم یه تیتراژ بود. یه چیزی حدود مثلا 10 روز زمان برد. برای کدوم کار بود؟ یه تیتراژی بود برای یه سریال تلویزیونی بود به شبکه 3. اسمش چی بود؟ مسیر انحرافی تو سبک موسیقیت سبک به خصوصیه که همه این سبک ها به خصوصن که خیلی رایج نیست اینو میخواستم بگم آره. یعنی همه ما زیاد نمیشنویمش این ور اون ور و چی به این میگن؟ ببین موزیک غالب ریتمش رگه است آره. و رگه خب یه خورده کم بوده تو فضای موسیقی ما یه خورده کم بوده ولی ملودیا سعی کردم بیشتر ملودیا هم شکل ملودیا ایرانی باشه ولی ریتما و تنظیم ها رگه باشه برای همین یه خورده همه کار خودم کنم یه خورده برای همین وقتی میشنون شاید یه خورده دیر ارتباط برقرار میکنن یه خورده مهجوره یه خورده گناهیه آره؟ آره و مثل تو دیگه کیو داریم که ببین که همه یه کاراش رگه باشه نداریم الان واقعا
ولی کسی که رگه خونده باشه کیو داره؟ ببین ما داشتیم مثلا آهنگ نون و دلقه که آقای اصفهانی رگه است، خیلی داریم، رگه زیاد داریم، ولی اون مثلا تقریبا فکر کنم معروف ترین رگه ای بود که همه شنیدن. آره. و چه جوری میتونی بهمون مفهوم بکنی که رگه چه جوریه و مثلا پاپ چه جوریه؟ یک جنس دیگه چیه؟ تو ریتم؟ تو ریتم رگه رو ضد ضربا تاکید داره. مثل یعنی بهمون توضیح بده؟ مثل میخوایم بزنن بچه‌هاتون اگر آره. میشه؟ آره. تو بهشون بگو چی؟ آره من الان میگم که با ضرب دست من متوجه میشه که ضربای رگه روی ضد ضرب میخوره نه روی سر ضرب. آها. الان اگه بچه‌هاش بزنن یه چیزیو خب نداریم کیبورد آها خب ببین می‌بینی رو زد یه ضربو می‌خوره اگه ضرب ببین نه ببین ضرب اینه ببین این ضربه خب عزیز بگه می‌خوره ببین بیا این ضربه سب کن بوب باب ضرب بزن آها این ضربه آها من میام بالا والد چه آتیش داره تو داری میری ضرب منو رو آره همیشه تکونی داره آره این میشه زده زرد خیلی ممنون از گوره موسیقی فهمیدم متوجه شدیم تقریبا ها همین کافی بود برای ما دیگه میتونیم رگه بخونیم بعد تو خوندنش چی رو باید رعایت بکنیم؟ ببین تو اونم ویژگی داره آره چون روی زده زرباست تو یه خورده زربایی که میخوای بخونی رو یه خورده برات کار سخت‌تر میشه ببین یه ذره توضیحش سخته که الان من بخوام توضیح بدم شو یه ذره از پایه بعد توضیح بدم فکر کنم جذاب نباشه که از پایه من بخوام توضیح بدم مثلا باز یه ذره همین قدر بخوای کوچولو بهمون بگی بزنم بخونم بذار تو کات توی مثلا وسط برنامه اگه شد مثلا یه کاریو من میخونم اصلا با هم امتحان میکنیم مثلا همون کارو تو هم بخون باشه با هم بخونیم بعد می‌بینی که ضربای هو یه جاهای جابجا میشه که بس سخته که تو هم حواست به ملودی باشه هم حواست باشه که روز ضد ضربا درست‌تر بخونیم خیلی جذابه خیلی جذابه اینا الان پول واقعی نیستن آره ولی عین این پول رو ما تقدیمت می‌کنیم در صورتی که تو بشموری بله و یه آوازی رو هم بخونی هر چی که دوست داری همین لیلی رو بخون چشم و تهش و یادم باشه چقدر چه مردم هر چقدر بود اینشو بهت میدیم آماده ای؟ آره چقدر کار سختیه خیلی کار ببین تو هم بر مغزت با شعرت باشه هم ملودیت هم آهنگ آره. هم پوله بریم مرسی برو فقط برام کاش که میکروفون میگرفت مثلا یا خودم یه جوری یه روزی دنیا خوب بود آروم بود واسه زندگی همه چی آسون بود هرکی کارشو میکرد حالشو میبود تکلیف روزاش معلوم بود که اومد گفت حالش بده قلبشو انگاری طوفان زده یکیو میخواد اسمش لیلیه اره درسته مجنون بود داد میزد میگفت وزش بده آخه اگه لیلی جوابش رو نده میمیره و داغون میشه همه گفتن باشو واسه مرد این کارا بده زیر لب هی میگفت لیلی اگه نداشت به من هیچ میلی ظرفم و شکون چرا ظرف منو ای وای لیلی آخ لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی آی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی آی لیلی
از اون روزا گذشت، مجنونم کشید، از اون گذشت و نوبت به من رسید. ای ترسیدم آخرم اومد، بلای لیلی سرم اومد. با خودم میگفتم مجنون کجا، من کجا، عشق بازیه بابا، بازم برم. ای ترسیدم مهمت آخرم اومد، ای سری لیلی با گونه های پرکزی، بوی عطر و کلمات فانتزی. من احمقم مجنون و شیدا، واسه عشقش مرمور یسیزی. هرچی میگفت میگفتم ای جونم بشی، با خودش میگفت بز دیوونم بشی. دارم میکنم ربت یاد کنی، بفهمی لیلی کیه بری فریاد کنی. تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگ زرین احمق زمینه. لیلی منم رفت، این قصه تکرار شد، الهی لیلی خیر نبینه. تا دنیا دنیاست لیلی مجنون بزرگ زرین احمق زمینه. لیلی منم رفت، این قصه تکرار شد، الهی لیلی خیر نبینه. آی لیلی، آی لیلی لیلی، آی لیلی، آی لیلی لیلی، آی لیلی، آی لیلی. سخت نیست بخونی. آی لیلی، آی آی لیلی، آی لیلی، آی لیلی لیلی، آی لیلی، آی لیلی لیلی، آی لیلی، آی لیلی لیلی، آی لیلی، آی آی لیلی. متشکرم، متشکرم، متشکرم. خیلی ممنونم. چه خدا یه ساعت سیف کرده بودم، اینقدر پنجتومنی بود. چه مردنم خوب بود، حافظم بده. ولش کن آقا، من میگم بذار حدس بزنیم. خب من یه حدس من میزنم، یه حدس شما بزن. خب هر کدوم حدسمون نزدیکتر بود اون برده. بعد بدیم بچه های پشت صحنه بشمارن. بگو بینم چند. اگه پنج تام بالا پایین، پنج عدد از اینا بالا پایین گفته باشی قبول میکنم. چهل و مثلا هفتش تا این بود. لطفا میشموری. اینم فکر میکنم سی و خورده ای بود. سی و خورده، چهل و هفتش تا. یعنی ما تا چهل و دو تا هم قبول میکنیم، از اون طرف هم تا پنجا و دو سه تا قبول میکنیم. اینم تو بشون 49 تاست قبوله دیگه. مرسی. 47 داری کلا. خیلی خوب گفتی. آره یه خورده با سعی کردم با میزانای اون تنظیم کنم. از اون روزا گذشت مجنون غم کشی، به میدونم چند تا میزانه اون دیگه، ولی خیلی خوب گفتی. قربان. اون گفتی چند تا؟ 30 خورده ای بود. 30 خورده چقدر؟ 30 مثلا 3 4 تا فکر کنم. 33 4 تا شاید هم مثلا نمیدونم. 33 4 تا رو مثلا فرض بکنید، یعنی شما از 25 حساب کن تا مثلا نه دیگه تو هم دیگه. متشکرم. 5 تومنیا رو بردی. 5 تومنیا رو بردم. 2 تومنیا رو باختی. قربانت. 51 49 تا بود. حالا بگیم 50 تا میشه 250. قربانت. من تقدیمش میکنم همین الان به به خارگاه آمنه. راست میگی؟ دمت گرم. شکر. دمت گرم. رفتی اونجا؟ نه ولی از دورا دور در جریان. آره در جریان. آره. ببینم تو گونه های دیگه موسیقی رو میتونی، مثلا موسیقی سنتی خودمون هم میتونی بخونی؟ من یه حقیقتی رو بگم، من یه خورده چون همیشه از کودکی بابام به هر حال آره و یه خورده دیدی مثلا وقتی چه جوری گفتی، من اینجوری کردم ولی تقریبا هیچ کس نفهمید تو چی گفتی، منم تایید کردم. نه نه آخه تو بابامو میشناسی. خیلی آره. خب میخوام میام یعنی که دوستایی داشت که همه موسیقی سنتی و اینا. بعد دیدی وقتی خیلی یه چیزی رو از کودکی میشنوی، شاید یه سریا خیلی دوستش دارن، یه سریا گارد میگیرن، میگن آقا بذار. اونایش بودی که گارد گرفتن و سعی کردن نخواست هیچ وقت بری سراغش. آره هم گفتم آقا داریم، آقا سقفش رو داریم، تو من که یه کاری بکن که نو باشه. خواننده هایی که فکر میکنه خیلی خوبن کیان تو ایران؟ تو هر شاخه و جنسی. خوب ما کم نداریم. کم نداریم؟ خواننده خوب زیاد داریم، خیلی خواننده خوب داریم واقعا؟ آره ببین
مثلا چند تا بگو. تو کدوم شاخه؟ بگو هر چی خودت میگی. ببین من اگر که بگم خب همه دوستای من خواننده‌ان. خب بعد مثلا اینو حسن رو میبینیم میگه که آره، بعد چه حسین رو گفتی منو نگفتی. آره بذار ولش کن. خب خیلی خواننده خوب داری، خیلی خوب داریم. من هم به شخص لذت میبرم. بارها شده که مثلا چه میدونم استوری گذاشتم توی ماشینم دارم آهنگ فلانی رو گوش میدم. اینجوری اما ممکن تو ماشین آهنگ سیگار گوش بدی؟ آره من همین تازگی یه چیز گذاشتم، آهنگ امید گذاشته بودم، امید نعمتی رو. آها کدومشون گوش میکن؟ لیلی. یا آهنگی داره اسم لیلی. آره خیلی هم باحاله. خیلی باحاله. تو جوک بلدی بگی؟ خیلی خوشمزه تعریف نمیکنم. مثلا یه دونه بگو. ما سعی میکنیم بخندیم. یه دونه جوک. بذار یه چیزی بگم. یه دوره ای بود. یه ماجرا بامزه هم میتونی برامون تعریف کنی غیر از این؟ آره ببین من یه دوستی داشتم امید. امید حیایی داداش امین. بعد ما جمعه ها میرفتیم کوه و فلان و اینا جوک تعریف میکردیم حسابی. رسید به یه جایی که جوکامون تموم شد دیگه جوک نبود. بعد مسابقه گذاشتیم هر کی جوکش بیمزه تر باشه و اینقدر جوکای له به درد نخوری تا و هر چی له تر خنده دارتر. الان میخوام تعریف کنم ولی احساس میکنم مثلا اون دیگه خیلی الان بیمزه میشه. باشه بگو ببینم چی. مثلا چی؟ مثلا گوجهه داشته از خیابون رد میشده میاد ببینه ماشین داره میاد، میگه در این حد بیمزه. ولی خوب بود ها؟ بیا همه خندیده، واقعا خندیدیم. صدای گوجه رو خوب داره فرصت نشده. از اولش بگم اون لحظه که میخوام لحظه که ماشین اومده چیز کنم یه اپ. خلاص این از بیمزه بود. خیلی بامزه بود. بعد مسابقه میذاشتیم بچه ها رأی میدادن. مثلا امید رأی بود. آره این رأی بود. یه دونه دیگه من داشتم یادم اون خیلی هم بیمزه بود و انقدر بیمزه بود که من یادمه که مثلا بابا جمشید منشایخی و یکی دیگه از دوستاشون عاشق این هر وقت میومد سینا اون جوکر رو بگو و من میگفتم و اینا ریسه میرفتن بیمزگی این که میگفتن بگو سینا و میگفتن چی بود؟ میگفتش که یه روزی یارو میره ساندویچی میگه آقا مرغ داری؟ میگه بله. میگه دون بده نمیره. بعد از اه اینقدر بیمزه. نمیدونم چرا اینقدر میخندیدن اونا هم یادم خیلی. خلاصه که آره زیادی جوک بگم. بابا چطوره؟ عالی. بابا هم الان اهواز سر یه سریالی سر فیلم برده. تو رابطه چطوره باشون؟ خوبه. ما تو کنسرت من خواستم بابا رو معرفی کنم، گفتم که یه آدمی رو میخوام معرفی کنم نمیدونم بگم چی نسبتمون با هم چیه، خواهم صمیمی‌ترین دوستم رو بهتون معرفی کنم، صدرالدین حجازی و پدرم. آره خیلی منو بابا دوستیم، یعنی خوب. آره واقعا از کلمه چیزه ها، مثلا یه عده میگن آره مال ما خیلی واقعی، یعنی واقعا دوست حرفایی رو من میزنم به بابا که به دوستام نمیزنم، اینقدر با هم راحتیم. دمتون گرم بابا. اینو آره بابا این فضا رو باز کرده دیگه. آفرین بهت. چی خیلی یه چیزی که ازش خیلی یاد، یعنی یاد گرفتی که خیلی فوق العاده است و هیچ وقت از ذهنت بیرون نمیره خودشه. چیه اون؟ ببین مثلا بچه بودم یادم، مثلا خب اگه یاد باشه بچه که بودیم خیلی مثلا با بچه‌های تو کوچه مثلا من اینجوری بودم، روی درواسی داشتم یه جورایی که مثلا چون بابامو دوست داشتم مثلا همیشه یک ظاهر آراسته درست بیاد مثلا از در خونه بیرون کتی و شیک دیگه عین بقیه باباها. و مثلا یه میدم بابا با زیر شلواری اومده دمه در و میگفتم بابا نکن من خب، میگفت عزیزم من با این شلواره راحتم، بذار من میخوام با این بیام نوبت خودمه، میخوام با زیر شلواری بیام. و بچه که بودم خیلی هرس خوردم، یا یه سری از دوستاشو نشونم میداد، مثلا من گفتم بابا این چرا اینجوریه، میگه بابا این خودشه، این خیلی خودشه. بعد من اونجا نمیفهمیدم، گفتم یعنی چی خودشه؟ زندگی قانون داره، زندگی چارچوب داره، زندگی اصول داره، لباس پوشیدن، رفتار کردن، همه چیز تصمیم گرفتن، همه چی آره اصول داره. بعد که بزرگ شدم دیدم چقدر راست میگه، چقدر جاها مثلا ما خودمون رو فیلتر میکنیم، بعد که اون تایم میگذره بعدش میگیم که من چی اینقدر خودم فیلتر کردم، میتونستم اونجا خودم باشم. من حتی توی موزیکام هم این کارو میکنم، یعنی سعی میکنم که تا میتونم خودم باشم. این خیلی خوشبختیه ها. مشکرم. خیلی خیلی خوشبختیه.
یعنی یه جایی که شب میخوای بخوابی هممون چک میکنیم خودمونو قبل خواب دیگه. حالت بد نیست از اینکه اونجا چرا این کارو کردم؟ سینا تو که این آدمه نبودی که اون حرفو زدی. البته خیلی هم ممکنه دشمن برات درست شه. بله قطعا. چرا مؤدب گرفت؟ دیده بد نمیشه. اینو به هر شیوه که دوست داری بخونش. با او بودم من او شدم، با او بودم بی او شدم در عشق او. چو او اینو بخونه عزیزم دلخوشی بابا همیشه به گل افشونی لبخند تو بوده. خوش آشنا بخون به لذب چیز خودم بخونم. آره خب اگر که دوستان بزنن یه چیزی هم میخونم. بگو اول چیه که متوجه شم؟ به کی بگم؟ جمع بدونه. ببینید میگه که عزیزم دلخوشی بابا همیشه به گل افشونی لبخند تو بوده. خودش آشنای پاییزه و اما واسه خاطر تو از بهار سروده. میخوره به من؟ میخوره؟ بفرمایید خشکم بزنیم و بخونیم. بزنم باش برد عزیزم دل خوشیه بابا همیشه به گل افشونیه لبخند تو بوده. خودش آشنای پاییزه اما واسه خاطر تو از بهار سروده. نه عزیزم دل خوشیه بابا همیشه به گل افشونیه لبخند تو بوده. خودش آشنای پاییزه نشد. عزیزم دل خوشیه بابا بی ضربه بی رفته. یه بار دیگه از اولین تیکره بگیریم. عزیزم دل خوشیه بابا همیشه به گل افشونی لبخند تو بوده. خودش آشنای پاییزه اما واسه خاطر تو از بهار سروده. عزیزم دل خوشیه بابا خیلی چیزه واقعا. مرسی چکرم. ولی آهان سخت بود یه ذره ولی باحال بود. آره خوب بود. آره خوب داره شد. آره اینا رو هم باید باهاشون همین کارو بکنم. آره آهوی دارم خوشگله رو برو بخون. میگه یا مکن با فیل بانان مشورت. دیگه وقتی میای دیگه هر کار میگم باید بکنی. من مخلص شما هم هستم. دمت گرم چکرم. آقا هم بزنی شعر بخون. من میگم من الان اینو میخونم رو ریتم رگه. بعد گفت اونجا بود که گفتم میخوای تو تست کنی اون یتکر رو تو هم بخونی که بفهمی ضد ضربا چیه. این کار رو اینجا الان بکنیم. باشه بریم. چه گندی بزنم من. مامان من شروع میکنم. آهوی دارم خوشگله فرار کرد ز دستم. دوریش برایم مشکله کاش اونو میبستم. آهوی دارم خوشگله فرار کرد ز دستم. دوریش برام چه مشکله کاش اونو میبستم. آهوی دارم خوشگله فرار کرده ز دستم. دوریش برایم مشکله کاش که اونو میبستم. حالا نوبت رام بوده. این اصلا سخت نبود. شورش فقط شروعشو بهبه بود که ای بد شروع کرد. آهوی دارم خوشگله راست میگه سخته. برو یه بار دیگه با هم آدم بلا ها سه چار. خوشگله فرار کرده ز دستم. دورش برای
هایم مشکله، کاشکی اونو میبستم. آهوی دارم خوشگله، دوریش برایم مشکله، کاشکی اونو میبستم. حالا ما دارم خوشگله، کاش آدزه دستم، دوریش برایم مشکله، کاش که اونو میبستم. آهوی نتیاد نریم بالا خوبا، کاش که من آدزه دستم. از اول از اول از خب بسید یه بار کنیم، شما شعر حفظ شدیم دیگه درسته؟ یعنی فقط من خنگم درسته؟ نه خواهشی خب آهوی دارم خوشگله، فرار کرده زه دستم، دوریش برایم مشکله، کاش که اونو میبستم. بریم یه بار دیگه من و مردم با هم بخونیم و بیایم بشینیم، نظرتونه؟ آره بعد بریم دارت بزنیم، یعنی بریم بیایم ته این آهنگ میریم میایم. آهوی دارم خوشگله، فرار کرده ز دستم، دوریش برایم مشکله، کاش که اونو میبستم. حالا شما قرار کرده زدستم، کاشی اونو میبستم. خوی دارم خوشگله، قرار کرده زدستم، دوریش برایم مشکله، کاشی اونو میبستم. خانم آقایان، سینا اجازه اینجاست و میخواد دارتشو پرتاب بکنیم، ببینیم چیکار میکنه. روحیت چطوره الان برای پرتاب این دارت؟ قربان تو خوبه. خوبه؟ آره. و اگر 78 میلیون تومان ببرید میخوای باهاش چیکار کنی؟ این اصلا فضولی نیست، فقط یک فضولیه. دوست دارم که یه بخشیش رو کمک کنم به یه خیریه‌ای. و خیریه نیست، یه مؤسسه است. آها. یه مؤسسه‌ایه که بعد بگم اسمشو؟ نه، کارش چیه؟ کارش اینه که آدمایی رو که معتادن ترک میده. آها، چه باحال. آره چه باحال، چون که یه خورده آره احساس میکنم تو همه خیر، هر وقت میخوان کار خیر بکنن فقط فکر میکنن بعد سرطانی ها فقط. آره میفهم. آره اونها هم یه عده آدمی هستند که دارن زحمت میکشن و یه تصمیم خیلی بزرگ میگیرن. خیلی و خیلی دمشون گرمه، واقعا دمشون گرمه. اگه خب عزیز دلم، اگر بخوای صاحب این پول بشی، این 78 میلیون تومانی که ته ما حساب میکنیم که بالاتر زده و میخوای صاحب این بشی، باید حداقل یه 200 بزنی و بعد بقیهش رو بذاری یه جای دیگه خرج کنی. 200 میخوام. 223 رو باید رد کنی. رضا نهتی زده. ای بابا برو بریم. میذاشتی حداقل بعدش اینو نمیدونم دیگه. حالا برو بریم. بریم تشویق. سکوت میخوای یا تشویق میخوای؟ فرق نمیکنه. برو بریم.
ببین در حالت عادی اصلا امتیاز بدی اصلا نیستا، یه 19 داری یه 16 داری که این دوتا با هم میشه 35 و یه 6 داری که میشه 41. حتی نه نه این مجموع امتیازی تو شد هیچی دیگه. نه مرسی بفرم. سینا جان چی قصه دارت میکنه؟ خیلی چیزا. مثلا از انواع مختلف، از غروب جمعه بگیر یا نمیدونم چی میشه یا همه چی انگار میخوابه تا... کیا مثل سینا غروب جمعه حالشونو بد میکنه؟ ای بابا کیا مثل رامبد غروب جمعه حالشونو بد نمیکنه؟ من اصلا آره البته بذاریش بگم یه ذره احساس کنم جدیدن کمتر شده درصد غمش ولی من احساس چیزم جمعه خودم سرگرم میکنم ولی یه خورده جدیدن جمعه بهتره. غروب جمعه به نظر من غروب جمعه دلیلی که حالا بد میکنه اینه که تو خوشحال نیستی فردا داری میرسه دقیقاً چون اون برم مال بچگیه. آره مرسه بهمون خوش نمیگذاش. من اینو ردش کردم. من همیشه عصر جمعه ها مریض میشدم شنبه رو نمیرفتم مدرسه زهرشو میگرفتم یک شنبه میرفتم. یعنی شنبه ها غروب حالت بد نمیشو؟ نه دیگه رد شده بود دیگه. آره اون جمعه بود رد شده بود. اثبات این حرفت اینه که اون جاهایی هم که کشورهایی هم که یک شنبه ها تعطیله جمعه از راه چیه؟ جمعه از راه چیه؟ اصلا لیومی ساندی؟ آره آره آره. بعد قلقه چیه که حالت خوب شه؟ بریم به یه سمتی، به یه وری فیزیکی؟ آره، سوار ماشین شیم، راه بیفتیم. آها حالا مثلا سفر زیاد میری؟ هم سعی میکنم زیاد برم و هم خیلی ببین فقط بریم یعنی تیپی هم که آقا بریم رفتی گمشی؟ با یکی از دوستان چرا؟ نشده آره. واقعا میخواستیم بریم از کمربندی بریم، بندازیم بریم از اون ور خارج شیم بریم طرف شمال اشتباهی خلیج فارس رفتیم طرف جاده کاشان و اینا نه اینکه اشتباه اون خروجی پیچیدیم و گفتیم حالا اوکی ما که اومدیم بریم بذار اینوری بریم شده اینجوری بریم چه باحال من رفتیم تو همون برا وسطاشو برگشت خیلی باحاله. دلت میخواد یه جمله رو به یه کسی بگی؟ خب میخوام با خانواده‌ام حرف بزنم با اون دوربین مستقیم به خودش. آره میخوام بگم که خوانندگی نمیدونم بازیگری کوفت زهر مار کار همه این مسائلی که کارهایی که هست هیچ ارزشی نداره. من فقط تو زندگیم شما رو دارم و فقط شمایید که برای من میمونید. هیچ خبری نیست. یعنی من هر چی بیرون گشتم شاید این حرفو من تو خونه به مامان بزنم مثلا احساس کنه دارم خیلی قضیه رو هندی تورش میکنم ولی جدی دارم میگم من هیچ کسی رو غیر شما ندارم و عاشقانه دوستتون دارم که بودین پشت سرم بودین حمایتم کردین که خوشحالم و الان اینجا کنار رامبد داریم لذت میبریم. خیلی ممنون. مرسی از شما. مخلصیم. ما تو خاندبانی سعی میکنیم مرسی رو کمتر استفاده بکنیم. مهربونی با حاج من خیلی گفتم. خیلی بهت نگفتم. آره. بیشتر سعی میکنیم مثلا سپاس رو جا بندازیم. چشم. ولی حالا آخه میدونی به قیافه من سپاس نمیاد به خدا نمیاد بکن سپاس یه خورده چی بهت میاد؟ ممنون سپاس خیلی شخصیتش بزرگیه اینجوریه من اگه بخوام مثلا سپاس بعد موها رو کوتاه کنم خیلی کت شلوار بپوشم بیام بگم سپاس رامبد جان سپاس گذارم اینجوری. به بازیگری هیچ وقت فکر کردی که بری توش به شکل جدی؟ ببین من اولین باری که اصلا اومدم وارد این قصه هنر بشم اصلا اولین بار قرار بود یه فیلمی و یه خیلی داستان طولانی داره نمیگم از کجا شروع شد یعنی ربطی بابا نداشت از طریق یه آدم کارگردان دیگه معرفی شدم و رفتم و نشد یه
گفتن میشه اول و منم خیلی کوچولو بودم، دبیرستانی بودم، خیلی ذوق زده از این که پیش دانشگاهی بودم، خیلی ذوق زده از این که داره اتفاقی میفته و آخشون قرار دیده بشم، قرار کار هنری بکنم و اینا. و گفتن چون آقای فلانی دوست نداشتن شما باشین نمیشه، یعنی یکی دیگر رو دوست داشتن بذارم. خیلی حالم بد شد، گفتم دیگه در زندگیم نمیرم سراغ کاری که یکی دیگه برام تصمیم بگیره. آره خیلی مثلا چیز شد، حالا نمیدونم این دال بر چیز نشه که آخ چه آدم متفرعنیه، نه بیشتر گفتم که سینا تلاش کن کاریو بکن که همه چیش دست خودت باشه، که وقتی با عشق میری یهو با مغز نخوری زمین. و تصمیم گرفتم بیام تو موسیقی، ولی بعید نیست که کارو بکنم. آره الان خورده خب دیگه شرایط فرق کرده دیگه. بله چه فرق کرده؟ ببین الان فرقش اینه که اون موقع من یه آدم بودم که به هر حال هیچکی نمیشناسه، اصلا نگفتم من پسر فلان، یه چیه پسر دبیرستانی رفته سر فیلم ترانه خواهد شرکت کنه. و جالب اینه که اون یکی بازیگر هم دفعه اولش بود میخواست اون نقش بازی کنه، یعنی اصلا ورودش به سینما بود. ترانه بازی کرد؟ نه پسر رو، پسر آقای تو نکنه قرار بود جو ترانه بازی کنه. آره دیگه گفتن این مقدار ریشات زیاده. پسر خودشون بازی کردن. آره یادم. و خیلی هم انتخاب خوبی بود، یعنی اصلا من گلایه‌ای به اون ندارم. آره اصلا اون اوکی خوب بود، ولی من به این فکر کردم که چی کاریه، چرا من بیام وارد مارکتی بشم که خیلی لازمه که تو به هر حال میشه یکی کمکت کنه و این مسائل و اینا، حالا نمیخوام بگم همش هم لابیه ها، ولی لابی کمک میکنه. الان به هر حال سنم رفته بالاتر، یک دوم این که از با کمک موسیقیم شاید راحت تر الان بتونم برم سنم. آره به هر حال خیلی آدم اینطوری میشناسن. دقیقا. آره این کمک میکنه. آره حالا به نظر این کارو بکنم؟ چرا که نه، اگه دوست داری چرا که نه. خب تو نظرت رو بگو. آره شما یه کارگردان بزرگی. بله بله من خواهشا نمک کارگردان بزرگی نیستم، ولی از این کار سر در میارم، به نظر من بکنین کارو. بکنم این کارو. بله بله اصلا باید نشاط واقعا کردن. آره به نظر من چشم. لذت بخش، حتما تجربه لذت بخش میشه برات، بعد تازه تصمیم میگیری که اصلا ادامهش بدی یا نه. تو یه عمر با چیز بودی، با دوربین بودی، من یه عمر با میکروفون. آره. کدومش رفیق بهتریه به نظره؟ تو دوربین بیشتر دوست داشتی قاعدتا، درسته؟ من آره فکر میکنم یه بخشی از منه دوربین. آره دقیقاً حسی که مثلا ما به میکروفون داریم. آره خودتی و میکروفون و در همه جا بسته، تو ددروم داری زندگی تو میکنی، داری میخونی. آره میفهم. 10 ثانیه 15 ثانیه بعد لبخند بزنی به تماشاچی در منزل. بله. رای جمع بکنی و مثل دارتمون نشه. نه ایشالله نه. خوب بزن. آماده؟ براش پیش بریم. از 15 بیاییم پایین. 1 2 3 15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 آره ولی واقعا سخته این. خیلی سخته. سخته. آره آره آره. بعد مثلا ببین لبخندی که تو میگی مثلا این که نیست که. درسته؟ بعد باز کنی دل ببری. آره آره. یه قولم باید بدی. چشم. که بیرون از اینجا یه کاری کنی یه نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنه. خواهی یه اجرا بذارم؟ با چه ویژگی؟ با ویژگی مثلا مثل رایگان. این بچه‌ها نه این بچه‌ها هستن که برای خیابون وای میسن ساز میزنن و میخونن. خب. اینا ناشناس بریم وایسیم مثلا رو به روی یه مرکز خرید جایی بخونیم. ها برن اونجا واسه بخور با خوبه؟ آره تو و بچه گروه هم با بچه گروهت، یعنی کنسرتی که بلیت بعد مردم مثلا میخرن و میان توی جای آزاد. آره ولی بدون اینکه بگیم کجاست و اینا، یه روزی خودمون ایمپروو بدون اینکه بگیم بریم مثلا چند تا کار اجرا کنیم و بیایم. چند قطعه؟ سه قطعه کامل. دوربین ما هم میاد. دوربین ما چون قانون. آره ولی خب دوربین شما مثلا یه جوری تو ونی یه جایی بیا که دیده نشه. آره دیگه. آره که ما قشنگ همون شکلی اجرا کنیم. آره دمتون گرم. خیلی متشکرم و هدیه هامو تقدیمت میکنم. متشکرم. این همون 78 میلیون دلار بود بده دست شما درد نکنه. و عکسای علیرضا فانی که به تعداد محدود برای مهمونای خندوانه چاپ کرده، این
مجموعه مربوط میشه به آسمون تمیز و زیبای تهران توی دو هفته اول سال فقط. دقیقاً فقط 29 تا فقط دو هفته داریم این آسمون تو تهران، ما فقط دو هفته داریم. نه بعضی روزا هم که باد میاد میشه. بابا ولم کن، کدوم روزا باد کو باد. آره تقدیم به شما. متشکرم، مخلصم. خیلی نفیس و ارزشمنده. قربونت برم. و اینم یکی از همون مجموعه. یه نکته داره تو این عکس، تو این عکس ها که توی همون دو هفته ای هم که تو اینقدر هوای تمیز آسمون زیبای تهران رو داری، متاسفانه اینقدر ساختمون ساخته شده تو تهران، صرف میاری بالای ساختمون میاد تو قابت. یعنی الان نگاه کنی ببین همه گوشه های قاب در حینی که آسمون صاف و تمیزه، یه ساختمون هم توش هست. دقیقا این آزاردهندش میکنه. این هم کس همون مجموعه، چقدر این هم خوشگله. و لوح خندوانه رو تقدیمت بکنم که خیلی با علاقه زیاد و با عشق فراوون قربونه شما، متشکرم. دستانت می‌سپارمش. خوب و ارزشمندیه. مخلصین. و یه جایی بذار که ببینیش. میذارم روی میز کارم. روی میز. بعد یه عکس می‌فرستی برام، می‌فرستی نشون بده. بغل میکسر میز کار یه عکس باش می‌فرستم. خب. به احترام مردم عزیز ایران بلند شید. خب سینا جون یه آرزو برای مردم عزیز ایران بکن. دم نزدیک سال نوه، من آرزو میکنم که هیچ پدری شرمنده بچهش نشه. الهی واقعا واقعا منم میام خدمت شما مثل همیشه. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی قشنگین. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنیم. خیلی. من هم همینطور که سینای عزیزم این آرزو رو کرد، من هم آرزو میکنم. واقعا چیز خیلی 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 مهمی برای همه پدرها، برای همه مادرها، برای همه بزرگای خانواده که سربلند باشن جلوی بچه‌هاشون. و مثل هر شب آرزو میکنم که سالم باشین، در کنار خانوادتون باشین، پر روزی باشین و راضی باشین. مخلصیم. رو به اونجا همه با هم بگیم شاد باشید. شما بگید یک دو سه. یک دو سه یعنی کیو شما بگید؟ یک دو سه شما بگید، ما بگیم شاد باشید. شما ببرید بالا بگید شاد. یک دو سه شاد باشید. اون چیه که میره جلو بازمونه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندت کوش خنده بانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خنده بانه، کلی آدم زحمت کشیدن و خنده بانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیتم در که میره. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقو میکوبه. بگو تو هم یه بار دیگه. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقو میکوبه میکوبه میکوبه. اون چیه که میره جلو بازمونه، خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندوانه، میبره از هوش خندت کوش خندوانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش. یه که میره جلو بازمونه، خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندوانه، میبنه از هوش خندت کوش خندوانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش.